داوود قیومی، دیپلمات پیشین و پژوهشگر در دانشگاه لورنشتن از اتاوا همراه ما هستند. جناب قیومی، در بین این تفاهم‌نامه‌ها جای در مقایسه با تفاهم‌نامه‌هایی که حکومت ایران با جمهوری غربی در افغانستان در حال منعقد کردن بود، جای دو مقوله که بسیار هم برای حکومت ایران حائز اهمیت هست خالیه. یکی بحث مواد مخدر و یکی بحث مذاکرات در خصوص حقابه‌ها. این خالی بودن جای اولویت‌های جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه آیا به نوعی تطمیع طالبان میشه گفت محسوب میشه و اینکه اساساً هدف از این مذاکرات چه است؟ با تشکر، سلام خدمت شما و همکاران گرامی و همه بیننده های عزیز. خب من فکر میکنم خب نفس پنج تفاهم‌نامه ای که در شرایط کنونی بین حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده خودش میتونه یک دستاورد به طالبان باشه. طالبان در جریان دو سال به طرف از آغاز شکل‌گیری حکومتشان تا حدود زیادی به چالش‌های منطقه‌ای و جهانی روبرو بودن و هنوز کشورهای مختلف حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اما وقتی که جمهوری اسلامی ایران از یک طرف شعار حکومت فراگیر را عنوان میکنه به خاطر عمدتاً خوشنودی به گروه‌های مخالف طالب، اما در عمل آمده میشه که پنج تفاهم‌نامه را با طالبا امضا بکنه و به معنای برسمت شناختن طالباست که در واقع بیشتر تفاهم‌نامه از نظر دیپلماتیک بین دو کشوری که در یک سطح قرار داشته باشند یا مخصوصا رابطه رسمی دیپلماتیک داشته باشند امضا میشه. و ممکن است مسئله مواد مخدر خب طبیعتاً یک بحث جنجالی است، عمدتاً جنجال‌های مرزی هم که بین ایران و بین افغانستان وجود داشته بحث انتقال مواد مخدر بوده، یک مقدار بعداً در برنامه دو طرف باشه. اما مسئله حقابه یک مسئله جنجالی است. خب تا زمانی که یک رای حلی را که مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران به دنبالش است اگر به او رای حل دست پیدا نکنن، خب تفاهم‌نامه جدید در مورد حقابه نمیتونه که او مشکلاتی که وجود داره او را رفع بسازه. جناب قیومی، اگر از یک بعد دیگه هم ما به این مسئله بپردازیم، در طول سالهای گذشته حدوداً در 15 سال گذشته ایران دومین شریک تجاری افغانستان بود بعد از پاکستان. آمارهایی که تازه منتشر شده حاکی از در واقع ارتقای جایگاه ایران با 35% از اقتصاد افغانستان در اختیار این کشور رو قرار میده. از این بعد اگر ببینیم، فکر میکنید چقدر این اقدامات حکومت ایران به نوعی هوشمندانه است از نظر اقتصادی؟ خب من برداشت میکنم اقداماتی را که ایران انجام داده بر اساس عمدتاً بر اساس واقعیت‌های امروزی منطقه است و بر اساس همین دیدگاه است که عملاً ایران وارد گفتگو به شکل بسیار جدی با ایران شده. اما طوری که شما اشاره کردین از نظر اقتصادی این پنج تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده خب طبیعتاً بسیار میتونه که دستاورد اقتصادی به ایران داشته باشه. بررسی‌ها نشانگر این است که در سال 2023 حدود $1 میلیارد و حدود $1.334 میلیارد تنها از نظر صادرات ایران به افغانستان، موادی که به افغانستان، مواد تجارتی که به افغانستان صادر کرده درآمد داشته. با همین شکل وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره با توجه به چالش‌هایی که طالبا با پاکستان دارن و برخی کشورهای دیگه هم در منطقه هنوز فعال نیستن، همگی فرصت‌های زیادی را با ایران فراهم ساخته و ایران در تلاش است به شکل بسیار اساسی و هوشمندانه از شرایطی که در افغانستان ایجاد شده به شکل دراز مدت در جهت منافع اقتصادیش استفاده بکنه. به طور مشخص چون شما اشاره کردید به تلاش‌ها و دستاوردی برای طالبان، چقدر این سفر یادآور سفری برای شما میشه؟ خب این اولین بار نیست که ملا برادر به ایران سفر کرد. در سال 2019 وقتی که حتی بر سر قدرت در افغانستان هم نبودن، ایران دعوت رسمی کرد. این مسئله رو چطور میبینید؟ چقدر تداومی از سیاست‌های ایران؟ خیلی کوتاه و در جمع‌بندی در کمتر از یک دقیقه. من فکر میکنم ببینین
ایران از آغاز شکلگیری حکومت طالبا در موقفهای رسمی بیشتر بحث حکومت فراگیر را عنوان میکنن. چند روز قبل آقای رئیسی در نشستی که در تاشکند بود، در نشست ایکو، دوباره بحث مطرح کرد. اما من فکر میکنم بیشتر شعار است. عملا چیزی که در روی زمین دیده میشه، ایرانیا در واقع رابطه نزدیکی را با طالبا ایجاد کردن و در تلاش هستند که رابطه حفظ شود، که در جهات مختلفی به نفعشان است. از یک طرف اهداف اقتصادی و از طرف دیگر به این باور هستند که نزدیکی رابطه با ایران سبب با افغانستان سبب میشه که امریکا نقش کلانی در تحولات بعدی افغانستان نتوانه بازی بکنه. متشکرم از شما داوود قیومی، دیپلمات پیشین و پژوهشگر در دانشگاه لورنشتن اتاوا.